سلام، شاورمای مرغ یکی از غذاهای خیلی محبوب و معروفی که میتونید توی خونه خودتون به بهترین شکل درستش کنید. توی این آموزش خیلی شاورما رو سعی میکنم به سبک رستورانی نزدیک کنم و طوری آموزش بدم که توی خونه وقت درست میکنید خیلی شاورمای آبداری باشه، چون اکثر آموزش ها یه مقدار خشک هست چیزی که آموزش بهتون میدم محصول نهاییشون، ولی سعی کردم به همون شاورمای اصلی خیلی نزدیک باشه و در این حال بهترین تمام‌مزه رو بهتون بده. اولین مرحله و شاید مهمترین مرحله برای پخت شاورما مرینیت کردن مرغ است و قبلش خب قطعا برش دادن مرغ. ببینید خیلی جای دیگه گفتم که سینه مرغ رو اینجوری کف دستتون رو روی سینه مرغ بذارید و چاقوتون رو سعی کنید از وسط رد کنید، جوری که از بالا و پایین پاره نشه. حالا بهش برش پروانه‌ای هم میگن، حالا تو فارسی قبضه کردن مرغ هم بهش گفته میشه. اینو میتونید اینجوری بازش کنید. اگر هم حالا براتون سخت بود و حالا خیلی الان برای شروع آشنایی نشید، میتونید که همینطوری سینه مرغ رو بدون قبضه کردن ببرید، ولی خب خیلی بهتره که بتونید یه مقدار اینطوری قبضه شده ببریدش. بعد برای اینکه یکم یک نواخ بشه، پس سی بلندیاشو همه جاش یک نواخ باشه، یه مقدار کم بکوبید اینجوری سینه مرغ رو. حالا سینه قبضه شده و کوبیده شده رو تقریبا باید به شکل مربع یا مستطیل برش بدید. حالا این قسمت تیزی نوکش رو میگیریم، ببریم و بعد مثلا تکه های در این حجم، حالا این رو نصف میکنیم اینجوری، تقریبا مربع یا مستطیل های تو این سایز ما میخواییم. حالا برای مرینیت کردن، ببینید تقریبا به اندازه دو قاشق غذاخوری یا یک قاشق غذاخوری خیلی سرپر ماست داریم که ترجیحاً اگه ماست چکیده و غلیظ باشه خیلی بهتره. تقریبا به اندازه یک قاشق غذاخوری روغن روش کافیه، خیلی روغن نریزین، چون اگر به خصوص توی فر بخواید درست کنید این روغن ازش چکیده میشه. بعد بهش لیمو اضافه میکنیم، تقریبا به اندازه یه قاشق غذاخوری آب لیمو، اضافه فلفل سیاه نمک، دو حبه سیر درشت رنده کنید داخلش، تقریبا به اندازه یه قاشق چایخوری پودر سیر و پاپریکا یا پول بیبر هر کدومی که داشتین، اینو مثلا میتونید به اندازه یه قاشق غذاخوری داشته باشین. بعد یه چیزی که خیلی خیلی خوشمزه‌اش میکنه سماق هستش، شاید به اندازه یه قاشق چای خوری سرپر میتونید سماق بهش اضافه کنید. به اضافه حالا اینجا یا ما از چند قطره سس فلفل تند استفاده میکنیم، یه تندی ملایمی اگر داشته باشه شاورماتون فوق العاده میشه، یا اینکه میتونید از پرک فلفل قرمز یا حالا پودرش استفاده کنید که ترجیحا سس یا پرکش خیلی بهتر هستن. حالا همه اینا رو کامل مخلوط کنید. حالا موقعی که قطعه کرده بودین رو توی این بریزید و به هم بزنید. وقت هم مثل همیشه اگر زمان داشته باشید بتونید از شب قبل یا 7-8 ساعت قبل این کار رو بکنید و بگذارید کامل مزه بگیره که عالیه. اگر هم زمان کم داشتین در حداقل 2 ساعتی بهش زمان بدین تا طعم بگیره. یه فلفل دلمه رو به صورت این رو هم تقریبا مربع برش بدین اینطوری، یه پیاز رو هم همینطور خیلی طولی برشش بدین. بعد این قسمت های بزرگتر بیرونیش رو حالا یه مقدار سر و تهش میتونیم قطع کنیم به صورت اینجوری تقریبا مربع شکل. حالا ببینید از سیخ‌های کوتاه استفاده کنید، هم سیخ‌های فلزی هست که برای داخل فر هستش، هم سیخ‌هایی که برای جیگر و اینا استفاده میشه. میتونید هم از سیخ‌های چوبی بامبو استفاده کنید، فقط یه ذره قبل‌تر یا یکی دو ساعت بذارید توی آب که کامل خیس بشن و توی فر مقاومت بیشتری داشته باشن. حالا ما هم توی فر میپزیم و هم توی تابه آموزشش رو میدیم. بعد اول یه لایه پیاز دو سه لایه مرغ بذارید، یه لایه هم دوباره فلفل دلمه.
حالا برای پخت ببینید، خب بهترین تکنیک و حرفه‌ای ترینش توی فر هست، البته تو روش خونگی توی فر یا تنور اگر بپزید خوب هستش. اگر که حالا فر نداشتین توی تابه بگذارید اینها رو، این سیخ ها رو، فقط چون خیلی حجم هستن، حرارت تابه خیلی کم باشه، یه مقدار خیلی کم روغن، بعد درب تابتون هم بگذارید، هر چند دقیقه هم اینها رو یه ذره جابجا کنید و بچرخونیدشون اگر توی تابه می‌خواید درست کنید. توی فر سعی کنید حتما از همین توریا استفاده کنید که هم از زیر به اینا حرارت بخوره هم از بالا. بعد حرارتتون از بالا باشه، المنت یا شعله بالا رو فقط روشن کنید ولی توی طبقات پایین بگذاریدش، فقط از وسط پایین تر باشه. دما هم 180 درجه تا 200 درجه خوبه. بعد همین توریتون رو هم یه مقدار با چند قطره روغن فقط شما یه ذره براش کنید، چربش کنید که از پایین هم نچسبن. کف سینی فرتون هم همیشه ترجیحاً اگر فویل بگذارید کلا خب خیلی راحت تر است، به خاطر اینکه موقع پخت اون جوس و اون آبی که از مرغ خارج میشه میسوزه کف سینیتون و کلا رنگش رو عوض میکنه. فقط قبل از مرحله پخت، این مرحله دلخواه هستش، میتونید یه مقدار روغن رو با یکم زعفران دم کرده شما مخلوط کنید و این رو با براش با قلمو بمالید روی مرغاتون که هم بوی زعفران بگیره هم خیلی خوش رنگ تر بشن. این کارو توی مراحل پخت میتونید مثلا یه دو بار قبل از اینکه کامل بپزه مرغا رو خارج کنید از فر و دوباره براش کنید و دوباره بزنیدشون داخل فر. یه سس مخصوص شاورما هست که در این سادگیش خیلی سس خوشمزه ایه. یه قاشق سرپر مایونز رو با یه قاشق ماست چکیده به اضافه یه چند قطره آب لیمو، دیگه مقدار ترشیش کاملا بستگی به خودتون داره، بالانسش کنید، به اضافه یه فلفل سیاه و یه کمی نمک، اینا رو با هم مخلوط کنید، روی نون شاورما میمالیم و خیلی خیلی خوشخوراکتر میکنه همیشه ساندویچ شاورما رو. حالا برای بریدنش نوک این سیخ رو روی تختتون بگذارید، این رو یه مقدار فشار میدین به سمت پایین و از بالا با چاقو میبرید و میاید پایین. برای شاورما هم معمولا خب بهتره که نونای نازک انتخاب کنید، میتونید از نون لواش یا نون تافتونی که نازک باشه استفاده کنید. یه مقدار از سوسی که درست کرده بودیم روی نون بمالید، یه دونه کاهو، چند تا هم پیاز قرمز خام، یه چند قطره دوباره سس اگر دوست داشتین روش بزنید. بعد ساندویچتون رو بپیچین. حالا میتونید از همین کاغذهای پوستی که برای قنادی اینا هم استفاده میکنین برای نگه داشتن ساندویچ شاورماتون استفاده کنین که باز نشه. شاورمای مرغ یه غذای خیلی خوشمزه و مناسب انواع وعده های غذایی، هم میتونید حالا به صورت ساندویچ سرویش کنید هم به صورت پرسی. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. بهترین ها رو درست کنید و لذت ببرید. متشکرم.